گروه 34 نیروی دریایی ارتش در حالی با اقتدار به حرکت خود در باب المندب ادامه می‌دهد که 4 فروند ناو جنگی آمریکا دور تا دور این ناوگروه حضور دارند. یک سناریو که سریال شده است در خلیج عدن. بینندگان عزیز، همچنان در گلوگاه تنگه استراتژیک باب المندب هستیم. امروز ناوشکن البرز و ناو لوجستیک بوشهر تبادل تجهیزات و سوخت داشتند و همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، باز آمریکایی‌ها با ناوهای جنگی خودشون به این منطقه اومدن و حساس شدن به حضور ناوگروه 34 ارتش جمهوری اسلامی ایران در این منطقه. انگار ائتلاف به ویژه آمریکایی‌ها دست بردار ناوگروه 34 نیستند. شبانه روز دور تا دور ما میچرخند، آنقدر که سرگیجه گرفتند. نه جرأت دارند به البرز و بوشهر هشدار دهند، چون حرکت ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش در آب‌های بین‌المللی کاملا قانونی است. نه تحمل دیدن پرچم پر افتخار ایران اسلامی را در آب‌های آزاد دارند. فرمایش مقام معظم رهبری، فرمانده معظم کل قوا، برای ما فصل الخطاب هست. ایشون موقعی میفرمایند که ما اهل تجاوز و دستاندازی نیستیم، ولی اهل حضور هستیم و دریای آزاد مال همه است. یعنی تکلیف ماندن چه کار کنند، چرا که میدانند هر اقدامی تهدیدی است برای خود آنها. ناو رزمی هر کشور طبق قانون جزئی از خاک آن کشور است. امروز تعداد ناوهای رزمی آمریکا اطراف ما از همه روز بیشتر بود. 4 فروند. به طور مداوم رصد میکنیم هم خودشون و هم فعالیتشون. جهان باید سوال کند، این همه ناو هواپیمابر، ناو بالگردبر، ناو شکن و ناو لوجستیک امریکا برای مبارزه با دزدان دریایی اینجا آورده یا برای جنایت در کشوری مظلوم به نام یمن؟ حساسیت امروز امریکایی ها برای آن بود که البرز و بوشهر در خلیج عدن کنار هم ایستادند تا عملیات تبادل سوخت و تجهیزات انجام دهند. امروز به چشم دیدیم که ائتلاف غربی عربی از قدرت ایران اسلامی می ترسد و هر هشداری را از سوی ما می پذیرد. تجهیزات و سوخت داشتند و همونطور که در تصویر مشاهده می کنید، باز امریکایی ها با ناوهای جنگی خودشون به این منطقه اومدن و حساس شدن به حضور ناوگروه 34 ارتش جمهوری اسلامی ایران در این منطقه. انگار ائتلاف به ویژه امریکایی ها دست بردار ناوگروه 34 نیستند. شبانه روز دور تا دور ما میچرخند، آنقدر که سرگیجه گرفتند. نه جرأت دارند به البرز و بوشهر هشدار دهند، چون حرکت ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش در آب‌های بین‌المللی کاملا قانونی است. نه تحمل دیدن پرچم پر افتخار ایران اسلامی را در آب‌های آزاد دارند. فرمایش مقام معظم رهبری، فرمانده معظم کل قوا، برای ما فصل الخطاب هست. ایشون موقعی میفرمایند که ما اهل تجاوز و دستاندازی نیستیم، ولی اهل حضور هستیم و دریای آزاد مال همه است. یعنی تکلیف ماندن چه کار کنند، چرا که میدانند هر اقدامی تهدیدی است برای خود آنها. ناو رزمی هر کشور طبق قانون جزئی از خاک آن کشور است. امروز تعداد ناوهای رزمی آمریکا اطراف ما از همه روز بیشتر بود. 4 فروند. به طور مداوم رصد میکنیم هم خودشون. ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش در حالی با اقتدار به حرکت خود در باب المندب ادامه میدهد که 4 فروند ناو جنگی آمریکا دور تا دور این ناوگروه حضور دارند. یک سناریو که سریال شده است در خلیج عدن. بینندگان عزیز، همچنان در گلوگاه تنگه استراتژیک باب المندب هستیم. امروز ناوشکن البرز و ناو لوجستیک بوشهر تبادل فعالیتشون. جهان باید سوال کند، این همه ناو هواپیمابر، ناو بالگردبر، ناو شکن و ناو لوجستیک امریکا برای مبارزه با دزدان دریایی اینجا آورده یا برای جنایت در کشوری مظلوم به نام یمن؟ حساسیت امروز امریکایی ها برای آن بود که البرز و بوشهر در خلیج عدن کنار هم ایستادند تا عملیات تبادل سوخت و تجهیزات